حمایت مستقیم امام علی رحمان از تاجیک های افغانستان. رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست گفت با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان، گفتگو در مورد حکومت همشمول، اشتراک در حکومت آینده آن کشور از همه طرف ها و اقوام افغانستان یک اصل است. باشه این حالت راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه کشورهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. وی گفت شرط اساسی صلح و ثبات در افغانستان شمولیت همه اقوام افغانستان در حکومت آن کشور است. با این حال بر اساس شعای وجودی اقوام افغانستان، تاجیک ها 46% نفوس آن کشور را تشکیل می دهد. آنها حق دارند در امور حکومتداری جایگاه شایسته داشته باشند. در این راستا برابر دیگر قوم های این کشور، تاجیکان افغانستان نیز که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. ما به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، ولی بر این باوریم که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل کرده شود. ایشان اضافه کرد من در امور داخلی افغانستان دخالت نمی کنم، اما به باور من برای راه حل مناسب سیاسی امنیتی کشور همسایه ما افغانستان یک حکومت فراگیر که از تمام اقوام آن کشور نمایندگی کند بر اساس انتخابات و رای عمومی حکومت شکل گیرد که در آن از اقلیت های قومی و ملی شامل باشند قابل قبول خواهد بود. همین ترتیب ضرور بدانیم که شرط دولتداری در آن کشور از راه رای بورسی و با در نظر داشتی موقع تمام شهروندان کشور معین کرده شود. دوستان، نظرات و پیشنهاداتتان را با من شریک سازید. از همراهی شما سپاس گذارم. Look.